در ادامه ائتلاف پدافند هوایی و سامانه‌های پدافندی که با فناوری اسرائیلی زیر چتر امریکایی و پشتوانه مالی و تسلیحات او بنا شده، چه از نظر پرتو آهنین چه از نظر لیزری میتونه پهپادها رو بزنه با خرج کم چند دلاری در اقبال آنچه که 70-80 هزار دلار موشک هایی که گنبد آهنین از آن استفاده میکنن برای پایین آوردن قسام هایی که میان جهاد اسلامی و همینطور حماس میفرستادن به اسرائیل که 1 میلیون شهروندان اسرائیلی چه عرب و اسرائیلی رو به پناهگاه ها میرسوندن. یعنی بجز ائتلاف پدافند هوایی در قبال تهدیدهای موشکی و بالیستیکی ایران و گروه‌های تروریستی نیابتی آن، حالا هرچه حماس باشن چه آدازداره مثلا چه حوثی‌ها که بابل مندب و همینطور آنچه که اهمیت داره از نظر تنگی هرمز، بحث سر این هستش که چگونه اسرائیل بتونه دولت خودگردان فلسطینی که در رأس آن محمود عباس قرار گرفته رو به گونه‌ای نه فقط او رو راضی نگه داره، 500 میلیون دلاری که در حال حاضر جو بایدن و دموکرات‌ها با آنها رسوندن، بلکه بر این باشه که بتونن استمرار این دولت خودگردان رو ایجاد کنن در قبال آنچه که در حال حماس از 2007 تا رقم خورده و اینی که افرادگرایی و فساد نهادینه شده و آنچه که انتخابات پارلمانی و شفافیتی که میبایست داشته این دولت خودگردان نداشته. از این رو تأکید اسرائیل نه فقط بر یک پیمان ائتلاف پدافند هوایی و هماهنگ کردن سامانهای پدافندی هست، بلکه به دنبال آن هستند که در یک دولت اسرائیلی پس زاینیستی و فلسطینی که در یک سال اخیر با ریاست بنت لاپید و به حال منصور عباس داشتیم بتونند نه فقط تعهدهایی که 54 میلیارد شکل که حدود 16 میلیارد دلار میشد رو که به آنان داده بودن در عرض یک سال قبل توافقی که بر قرارداد انتخاباتی که 8 حزب به قدرت رسون، به دنبال راهکارهای دو دولتی باشن، دولت به حال خودگردان فلسطینی که در حال حاضر هست و همین دولت اسرائیل که بتونن کنارهای باختری رو دادن در ادامه اسلو، قرارداد اسلو در دوران رابین بود رو بتونن بس و گسترش بدن و از این طریق آنان بتونند به هر حال نه فقط برای یک پروازی و پلی باشه بین قلب‌های آنانی که در کنار باختری قرار گرفتند که از برادران عرب خودشون که جزوی از آنان هستند از 79 کشور اسلامی و عربی، همینطور راهی رو باز بکنند بین حجاج عرب اسرائیلی و همینطور رفتن آنان به حج رو آسان‌تر بکنند با پروازهای مستقیمی که از اسرائیل مستقیماً که در رأس آن جناب بایدن پروازی خواهد داشت و همینطور که از تل‌آویو به جده و همینطور که یک هایی که جنرال های اسرائیلی در رفت آمد هستند در کشورهای اماراتی برای مهار تهدید موشکی و پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی در منطقه و از این طریق بتونن ثبات منطقه‌ای رو بازگردونن زیر چتر آمریکا، ناتو عربی با فناوری های اسرائیلی چه از نظر امنیتی چه از نظر نظامی چه از نظر سایبری و همینطور توسعه اقتصادی گاز در منطقه و مدیترانه. مهتاد رحمی اندیشه پارسی بود.